تعدادی از علما و روحانیون شیعه در اسکاتلند به همراه علمای دینی مسیحی به مناسبت روز امام حسین علیه السلام بر اساس تقویم محلی این کشور مراسمی برگزار کردند. در این مراسم که 12 اکتبر برگزار شد، با هدف بزرگداشت از جان گذشتگی های انسان دوستانه امام حسین علیه السلام، حاضرین شمع‌هایی روشن کردند. شواهد و قرائن حاکی از آن است که اعضای دادگاه عالی هند در مورد ممنوعیت حجاب اسلامی در کلاس‌های درس دچار دودستگی شدند. رویترز گزارش داد، هیئتی از دادگاه عالی هند امروز پنجشنبه اعلام کرد که در تصمیم نهایی مبنی بر مجاز کردن حجاب در کلاس‌های درس یا ممنوع کردن آن اختلاف نظر دارند و این موضوع را برای حل و فصل نهایی به قاضی رئیس ارجاع دادند تا او یک شعبه بالادستی را برای رسیدگی به این پرونده تشکیل دهد. یک گروه حامی حیات وحش درباره کاهش تعداد حیوانات و گونه‌های گیاهی در جهان بار دیگر هشدار داده است. خبرگزاری فرانس 24 گزارش داد، بر اساس ارزیابی منتشر شده توسط انجمن جانورشناسی لندن که امروز پنجشنبه منتشر شد، جمعیت حیات وحش جهان از سال 1970 به دلیل پاکسازی جنگل‌ها و آلودگی اقیانوس‌ها بیش از 2/3 کاهش یافته است. صلاح الدین ایوبی، مهمترین فرمانده ازبک تبار طالبان، در اعتراض به آنچه که سیاست‌های قوم‌گرایانه خوانده می‌شود، با حکومت طالبان قطع رابطه کرده است. شبکه بی بی سی به نقل منبع معتبر گزارش داد که صلاح الدین ایوبی در حال قهر کابل را ترک کرده و به پایگاه خود در ولایت فاریاب رفته است.